میدانیم که انسان دارای حالاتی است و این حالات برخی از اوقات به صورت احساسات، عواطف و هیجانات خودش رو نشون میده. این احساسات، عواطف و هیجانات جنبه مثبت و منفی و خوب و بد دارند به طوری که غم و یا شادی و یا امیدواری و ناامیدی رو در بر میگیره. اما وقتی که به موضوع ترس و استراب و وحشت می رسیم من و شما در باره احساسات و عواطف و یا هیجانات و حالاتی صحبت می کنیم که جنبه مثبت و خوب ندارند و به همین دلیل است که باید با اونها آشنا شد و برای اونها کاری کرد توجه شما رو به این نکته جلب می کنم که وقتی که موضوعی در ذهن و زمیر من و شما حالاتی و یا شرایط و وضعیتی رو به وجود میاره که به نوعی توجه ما رو جلب می کنه و مقداری از انرژی روانی رو به سمت خودش میکشانه و یا ما این انرژی رو به این موضوع و مطلب اختصاص میدیم غالبا به عنوان احساس یا فیلینگ اون رو میشناسیم در حالی که وقتی که این احساس آنچنان قوی و نیرومند میشه که به گونه ای کنترل رو در زمینه های از دست من و شما میگیره و وادار به حالات و رفتاری میکنه که داوطلبانه ما به دنبال اون نیستیم و یا حتی رفتاری رو موجب میشه که مخالف میل و خواسته ماست و حتی ما با اون مخالفت و در مقابل ابرازش مقاومت میکنیم ولی همچنان اون رفتار از ما سر میزنه و اون واکنش و یا گفتار از ما به نوعی خارج میشه وارد حریم اموشن یا هیجاناتی میشیم که قوی و نیرومندند و با خود انرژی و به نوعی جهت و هدف دارند بنابراین وقتی که درباره ترس و استراب و وحشت سخن به میان میاد ما در حالی که با زمینه های احساسی این موضوع ها در ارتباط هستیم زمینه های هیجانی اون رو نیز باید باز بشناسیم و به همین جهت هست که شاید تعریف کمی دقیق و یا توصیف هر کدام از این موضوع ها و واژه ها زمینه ای رو فراهم کنه که کل مطلب بیشتر شناخته بشه زیرا از نظر برخی از متخصصین آنچه که به عنوان استرابون رو میشناسیم شاید یکی از انواع حالات انسانی یا مود دیسوردر باشه و یا حتی به صورت یک ای که به عنوان سیندروم رو میشناسیم بتونیم اون رو تلقی کنیم زیرا جنبه ها و جلوه های مختلف و متفاوت و متنوع اون و مخصوصا ناآشنا و برخی از اوقات ناشناخته بودن علل و عوامل و تحریکات خارجی اون سبب میشه که با دقتی که در برخی از موضوع ها من و شما می توانیم سخن بگوییم درباره استراب مطلبی نداشته باشیم ولی به هر حال به دلیل اینکه متاسفانه این مشکل شایع ترین مسئله و گرفتاری انسان امروز هست تا اونجا که در ایالات متحده امریکا 17 درصد مردم در هر زمان گرفتار این مسئله و مشکل هستند و این درصد در مورد زنان 22 و در باره مردان حدود 12 درصد هست و برخی از اوقات جنبه دائمی همیشگی مزمن به خودش میگیره مطلبی است که آگاهی و آشنایی به اون حتما ضرورت پیدا میکنه زیرا اگر خود ما جزء این دسته و گروه نیستیم عزیزان و اطرافیانی داریم که به نوعی درگیر این حالاتن و تأثیر اونها بر روی ما بدون تردید بسیار مشخص و آشکار است به هر حال با وجود آن که هدف گفتگوی کلامی و لفظی نیست ولی به دلیل اهمیت مسئله و شکافته شدن موضوع ناچار باید این واجه ها و مفاهیم تا حدودی تعریف و مخصوصا از هم تفکیک بشن و گرچه در گفتگوهای بعدی احتمالا این رغات و واجه ها رو به جای هم بنده به کار می گیرم زیرا به مطلب و یا علل و عوامل و طریقه برخورد کلی و عمومی اون من و شما سر و کار خواهیم داشت اما نکته مهم و اساسی این هست که تفکیک اونها برخی از اوقات تکلیف من و شما رو در ارتباط با موضوع روشن خواهد کرد اولین واژه و یا مفهومی که مایل ما هستم درباره اون سخن بگم ترس هست این لغت ترجمه لغت fear در زبان انگلیسی است ترس وقتی است که خطر واقعی است این خطر واقعی خارجی است و همکنون وجود داره مانند اینکه من و شما در هواپیمایی نشستیم و همکنون هواپیما آتش گرفته در یک چنین شرایطی احساس و یا هیجانی که من و شما پیدا می کنیم و حالی که داریم ترس هست در حالی که وقتی که سخن از استراب یا انگزایتی هست اون زمانی است که خطر واقعی نیست بلکه خیالی و ذهنی هست خارجی و بیرونی نیست بلکه داخلی و درونی هست و بیشتر اوقات مربوط به آینده خواهد بود و بنابراین وقتی که سخن درباره استراب هست من و شما به حالی توجه می کنیم که با ترس متفاوتیم به نظر میرسه که تفاوت های دیگری نیست بین ترس و استراب موجود هست اول اینکه ترس جنبه طبیعی داره و نه تنها در انسان که در حیوانات نیز دیده میشه در حالی که استراب موضوعی کاملا آموخته شده هست و در حیوانات دیده نمیشه دوم اینکه وقتی که من و شما درباره ترس صحبت میکنیم با موضوع قطعیت روبرو هستیم در حالی که سخن از استراب موضوع و مطلب احتمال و امکان آن هم درباره آینده هست ترس با خودش بدن رو به فعالیت وامی داره در حالی که استراب بیشتر جنبه انفعالی و منفعل داره و فرد رو حتی از حرکت و یا فریاد زدن و کمک خواستن نیز باز می داره. معمولا در ترس من و شما کنترل بیشتر و بهتری بر اوضاع داریم و به دلیل توجه و تمرکزی که می کنیم از عهده اداره اتفاق تا حد ممکن برمیایم در حالی که وقتی که درباره استراب صحبت می کنیم من کنترل را از دست میدم و رفتاری برخی از اوقات کاملا غیر واقع بینانه دارم درست مانند کسی که به دلیل وحشت از یک آتش کوچک شاید بیخدر خود را از پنجره ساختمانی بلند به بیرون پرتاب می کنی. میدانیم که ترس ضروری است و حتی شاید بتوان گفت اگر یک روز من شما نترسیم احتمالا مرگ ما قطعی خواهد بود در حالی که استراب غیر ضروری است و جز در موارد خفیف و کم که به اون اشاره خواهم کرد بدون تردید غیر لازم خواهد بود از جانب دیگه ترس من و شما رو به حمله وامی داره در حالی که استراب جنبه تدافعی و حمایتی داره و از طرف دیگه معمولا در ترس شدید من و شما از میدان خطر و یا صحنه خطر میگریزیم و فرار میکنیم در حالی که در استراب بسیاری از اوقات متوقف شده از حرکتی باز میستیم و بالاخره شاید بتوان گفت که ترس برای انسان مفید هست در حالی که استراب بدون تردید نه تنها مضر. بلکه می موجب هزاران بیماری و گرفتاری در انسان باشد به همین جهت است که ترس به عنوان پدیده مطلوب و لازم شناخته میشه در حالی که استراب فقط اون زمانی که کم و اندک هست و کاملا در اختیار و کنترل من و شما قرار میگیره و موجب میشه که من و شما دست به پیش بینی بزنیم و پیشگیری رو موجب بشیم و یا آمادگی لازم رو به جهت برخورد با موضوع و مسئله ای پیدا کنیم می تواند برای انسان مفید باشد بنابراین استراب خفیف قابل تشخیص قابل اداره و کنترل می تواند در بیشتر موارد نیروهای من و شما رو بسیج کرده و چون به عنوان ترسی خفیف شناخته میشه احتمالا مفید و لازم باشه در حالی که اگر این استراب شدید بشه و به گونه ای کنترل رو از دست من و شما خارج کنه و یا همان گونه که عرض کردم به صورتی در بیاد که با واقعیات و دنیای خارج آنچنان ارتباطی نداشته باشه میتونه زندگی من و شما رو با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو